بسم الله الرحمن الرحیم. دلم هوایی شده و گرفته باز بهونه بهونه بهونه، دوباره فکر کربلات کرده منو دیوونه دیوونه دیوونه. تا که بگی تو زوارام اسم تو را نوشتم نوشتم نوشتم، آواره روزه هاتم آقا خونه بخونه بخونه بخونه. علی خاکپور هستم، از آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب اومدیم زوار کربلای مرا. من اولین باری که مشرف شدم به حرم اربابم امام حسین سال 1378 بود، محرم سال 87 بود، بله سال 87 بود اومدیم مشرف شدیم، خودش هم محرم بود، سوم محرم حرکت کردیم اومدیم عراق. بعد از زیارت نجف و کاظمین اومدیم رسیدیم به کربلا. اولین لحظه ای که عهد کرده بودم ما خودم وقتی رسیدم به کربلا، چون ما آذری زبان ها یه عادتی داریم، اول میریم از سرباز یه پادگان دیدن میکنیم، ازش اجازه میکنیم، میریم پیش فرمانده. ما رفتیم حرم حضرت ابوالفضل عباس، ازش اجازه گرفتیم. وقتی رسیدیم به حرم شش گوشه اربابمون که نمیدونستیم اینجا، اون حرفایی که از بچگی شنیده بودیم حرم آقا اینجوریه حرم آقا، وقتی رسیدیم به حرمش دیدیم همه چی فرق میکنه. حسین رنگ و بوش دیگه واسه ما عوض شده، یه حرفی واسه گفتن نداشت، فقط عشق، حرف ما فقط عشق. يا حسين يا حسين يا حسين. تصوری که قبلا از بچگی تو ذهنم بود میگفتن هر کی کربلا رو نبینه فقط دلت خوشه که ندیدی، وای بر دلی که بیاد این کربلا رو ببینه و بره، دلش داغون میشه. اولین لحظه‌ای که اومدیم مشرف شدیم، وقتی رسیدیم یه حس و حالی بهمون آقا داد که این حس و حال حتی تو هیئتامون، تو مراسماتمون، حتی تو نجف امیرالمومنین هم این حس رو پیدا نکرده بود. یه حس خیلی خاصی بود. یا حسین یا حسین یا حسین. من هر بار برات کربلامون از دو نفر میگیرم، یکی دختر 3 ساله امام حسین خانم رقیه که آرزو داشت بیاد قبر باباشو ببینه اما نتونست بیاد، دومی هم از خانم فاطمه زهرا میگیرم که هر تو آخرین لحظات عمرشم فقط سفارش حسینش رو میکرد به امیرالمومنین. اگه بعد من یه زنی هم بیاری تو این خونه، امیر به امیرالمومنین میگفت
حتما به سفارش بکن هر شب یه لیوان آب بذاره سر عدسم امام حسین. امام حسین هم تشنه نذاره. من هم همیشه قسمش دادم به اون زمانهایی که از حسینش صدا شده برات کربلا گرفتم. یا حسین وقتی از خونه خارج شدم چون پدر من دو روز مونده و محرم عمرشو داد به شما در سن 51 سالگی، قبل از فرارسیدن محرم بهم هی تأکید میکرد پسرم با هم ثبت نام کنیم زوار اربعین بشیم. از اون لحظه که خارج شدم از خونم فقط به این فکر کردم از طرف بابام نائب و زیاره شدم به قبر امام حسین. میخوام برم سلام بابامو به امام حسین برسونم، بگم آقا یکی از نوکرات، یکی از نوه خونات، یکی از متعات 51 سال عمر کرد یه بار نتونست بیاد دیدنت. من که پسرشم، من که نالایکتر از اونم، واسه من 4 بار قسمت شده، این بار دیگه واسه به خاطر بابام اومدم، این بار اومدم عرض حال بابامو به شما بگم. اون بیشترین عرض ارادتش به مسلم ابن عقیل بود، به مختار بود. همیشه هم وقتی من می اومدم به عنوان یه مداح کاروان می اومدم کربلا، این اولین تأکیدی که به من میکرد سلام برم به مسلم ابن عقیل برسون، به سفیر امام حسین برسون. از همون لحظه که از خونه خارج شدم تا همین جایی که الان نزدیک کربلایم، فقط به این فکر کردم که خدایا اگه بابام گناهی داشته باشه، انسان زایز الخطاست، به خاطر اون اشکایی که واسه حضرت فاطمه زهرا ریخته، به خاطر اون اشکایی که به خاطر امام حسین ریخته، گناهاشو ببخش واسه. اولین تحولی که تو این چند مدت که زائر کربلا شدم این بوده که اولین بار ما 2 سال یه لباسی دوخته بودیم، نذر کرده بودیم این لباس رو اولین بار بعد از غسل زیارت تنمون کنیم وارد حرم حضرت ابوالفضل عباس بشیم. وقتی اومدیم حرم حضرت ابوالفضل، اونایی که تو شهرمون، تو ولایتمون گفته بودن سلام ما رو به آقا برسون، قشنگترین صحنه من این بوده که وقتی تو 7 روز محرم دستم رسید به این ذریح مقدس آقا ابوالفضل، با یه دستم گرفتم یه دستم رو بلند کردم، با صدای بلند گفتم آقا از طرف تمام ایرانیان عرض سلام دارم، از طرف تمام هیئتیا عرض سلام دارم، از تمام هموطنانم، از تمام همشهریانم، از طرفشون همشون عرض سلام دارم. بهترین حس و حال من همون لحظه حرم حضرت ابوالفضل سلام. یا حسین از همه مصیبتایی که من از امام حسین و این اهل بیت شنیدم، سخت‌ترین مصیبت واسه من مصیبت رباب بوده. هر لحظه هم به رباب فکر کردم داغونم کرد. وقتی 18 روز بود که فارغ شده بود، یعنی بچه رو به دنیا آورده بود، سفرش از مدینه شروع شد. بعد از 18 روز 3 روز زن زایمان کرده رو نمیارن از خونه بیرون.
این دو 18 روزگی سفرش رو شروع کرد. 6 ماه علی اصغرش تو آغوشش بود. هر مادری آرزو داره بچهش بزرگ بشه، یه بار بهش بگه مادر. تو باب اینو نشنیده. وقتی هم که شب عاشورا علی اصغر شهید شده بود، تو یه خیمه نیم سوخته اینا نشسته بودن، همه خواب بودن. زینب علیه السلام جلوی خیمه داشت به جای عباس نگهبانی میتاد. من این روزش دلمو داغم میکنه همیشه. حضرت زینب داشت نگهبانی میداد، همه خوابیده بودن، رقیه و سکینه و لیلا و سریه همشون خوابیده بودن. یهوی زینب دید تو خیمه داره یک صدای گریه میاد. خب خدایا چیه این نشوشت داره؟ این کیه داره گریه میکنه؟ وارد خیمه که شد دید یه مادری دست به سینه گذاشته، آره آروم آروم گریه میکنه، میگه علی علی. گفت رباب تویی؟ گفت آره خانم منم. گفت رباب تو چرا داری اینجوری میکنی؟ مگه لیلا، مگه لیلا پسرش رو از دست نداده؟ مگه سریه، مگه سریه پسرش رو از دست نداده؟ تو هم یکی از اونا، تو هم پسرت رو از دست داری، چرا داری این همه گریه میکنی؟ گفت خانم منم الان خوابیده ولی تو خواب علی اصغر بودی. يا حسين يا حسين يا حسين. دو تا بچه دارم، یکیش اسمش ابوالفضل، یکیش علی اصغر. این دو تا بچه‌ام، ابوالفضلم که هنوز 6 سالش نشده بود، تو حرم حضرت امام رضا علیه السلام به عنوان مداح نمونه شناخته شد. هر دوتاشون الان نوکر امام حسین هم دارن، مداحی میکنن، دارن عرض ارادت میکنن به آقاشون. با اینکه هنوز ابوالفضل اول ابتدایی میره، علی اصغر مهد کودک میره، ولی هر دوتاشون دارن امام حسینی به بار میان. امام حسینی، من دوست دارم فقط بچه هام اونجوری که من از بچگی حسین رو شناختم اینجوری نشناسن. من دوست دارم اونا با دل وارد این دستگاه بشن، با دل وارد تشکیلات ابا عبدالله حسین بشن. اینا وقتی به نوارای خود من تو خونه نگاه میکنن، اینا هم دارن عشقشون رو بروز میدن، اینا هم دارن عرض ارادتشون رو به آقاشون نشون میدن. من حسودی میشه بعضی موقع به اون بچه هام که چطوری با این 6-7 سالگیش چطوری درک کرده این حسین که داره واسش اینجوری عشق میبرزه. یا حسین یا حسین یا حسین. من وظیفه‌مون فقط هدف حسین، هدف امیر المومنینه که امر به معروف نهی از منکر کرد. ما فقط وظیفه‌مون اینه که به مردم بگیم آقا امام حسین واسه چی بیعت نکرد؟ میتونست بیعت کنه، چرا نکرد بیعت؟ زیر ظلم نرفت امام حسین. ما باید یاد بگیریم، به مردم یاد بدیم که امام حسین زیر ظلم نرفت. امر به معروف نهی از منکر، نماز، اینا از اصل امام حسینه. اینا که امام حسین تا الان زنده نگه داشتن. ما باید به کل شیعان جهان، اصلا به کل مردم جهان بفهمونیم که آقا امام ما یک امام آزاده بود، یک امامی بود که فقط هدفش این بود که به دنیا ثابت کنه نباید زیر ظلم زور بریم، نباید به ضعیفا بیرحمی کنیم. امام ما این امام بود، امام رؤوفی بود. ما فقط وظیفه‌مون بود. یا حسین یا حسین یا
یا حسین اگه یک روز قسمت بشه به من بگن که یک حاجت داری پیش امام حسین، نمیدونم باید چی بگم. من خیلی حاجت دارم، حیف از امامی مثل امام حسین ما یک حاجت داشتیم. ولی خداییش اگه یک حاجت، فقط فرصت یک حاجت بخوام، اونم ظهور آقای امام حسین. اگر فرصت یک حاجت داشت باشم، فقط ظهور آقای امام حسین. یا حسین یا حسین یا حسین. اگه بگن که این سفر آخر منه، دیگه که نمیتونم کربلا بیام، نمیدونم چی کنم، باید دیگه بریم بمیریم. امکان نداره این آخرین سفرمون باشه. هیچ کس از این کربلا تا حالا سیر نشده. علتش هم اینه که هیچ کس سیر نشده، چون خانم زینب از این کربلا سیر نشد. تو این کربلا خانم زینب از هیچ بلایی سیر نشد. آخرش یه جنازه عریانی پیدا کرد، از خودش سیر شد ولی از برادرش سیر نشد. منم نمیتونم قبول کنم که این آخرین سفر من، اصلا نمیتونم از کربلا دل بکنم. فقط آرزوم و خواستم از خدا اینه که همیشه تو آخر مراسمام و مدتاهیام این دعا رو کردم، خدایا آخرین سفر کربلا واسه ما قرار نده. همیشه این دعا رو کردم و از خدا اینو میخوام تا آخر عمرم اگه قسمتم باشه بیام تو کربلا بمیرم. من دوست دارم آخرین وطنم کربلا باشه. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. وقتی از کربلا میرم چه حالی دارم؟ دلمو میذارم و میرم، دلمو میذارم و میرم. میگم آقا دلمو گذاشتم، بدون دل دارم میرم. صاحب دلم باش که برکرد. هیچ وقتم خداحافظی نکردم ازش، هیچ وقت. همیشه گفتم حسین اومدم از این کربلا سیر نشدم، هیچی نفهمیدم. بیشتر فرصت بده تا بیشتر بشناسم. فقط هم یا حسین یا حسین یا حسین. حق آقا ابوالفضل، به دستان بریده کمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس، به خون پاک حسین، به خون سار الله ابا عبدالله الحسین، آخرین زیارت کربلا نه واسه من بلکه واسه این زواران پیاده کربلا، خدایا این زیارت رو آخرین زیارت حساب نکن. هوای دیدن تو گرفت خواب و از تو چشمان شده جاده نجف تا کربلا تموم رویا. حالا که پر ندارم تا حرم میام پای پیاده، میزنه نبض دلم تا به کربلا با جاده. اگه که عمری باشه بازم، اگه سرگرم